سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب. در این جلسه میخوایم ادامه تست های مبحث غلظت مولار رو با هم بررسی کنیم. یه سری تیپ تست ما داریم یا سوال هایی داریم پیرامون ارتباط درصد جرمی و غلظت مولار یا مفهوم پی پی ام و غلظت مولار. خب شما یک راه سنتی داری، یک راه مفهومی داری، یک راه پایه داری. این که بیای با استفاده از داده های مسئله، با استفاده از درصد جرمی فرض کنید به نوعی از جرم حل شونده برسم به مول حل شونده و با استفاده از جرم محلول و چگالی برسم به حجم محلول و بیام غلظت مولار رو حساب کنم، یا بالعکس این روند. و خب بر اساس پی پی ام هم به همین شکل. یه سری روش تستی هم داریم که ما به صورت کامل در جزوه اینو توضیح دادیم. یک سری روابط داریم که حتما باید قبل از مشاهده تست ها به سراغ اون جلسه برید و روابط رو در ذهن بسپارید. میخوایم بریم این تست ها رو با هم دیگه بررسی کنید تا ببینید که روند حل این تست ها به چه شکلیه. بریم سراغ تست ها. رسیدیم به سوال 98. گفته که سه محلول A و B و C به صورت زیر تهیه شدن، ترتیب مقدار مول حل شونده در این سه محلول در کدام گزینه درست بیان شده؟ تو باید به مول حل شونده ها تو هر کدوم از محلول ها دست پیدا کنی، باید قیاس کنی و یه ترتیب بدی. محلول A 4 کیلوگرم محلول 700 پی پی ام پتاسیم کربنات. چون پی پی ام یک مفهوم جرمی از غلظته. یعنی چی؟ یعنی تو ابتدا باید به جرم حل شونده برسی، بعد با استفاده از جرم مولی حل شونده یعنی پتاسیم کربنات به مولش برسی. محلول B 100 میلیلیتر محلول 60% جرمی، پس اینجا مفهوم درصد جرمیه، منیزیم برومید با چگالی 1.1 گرم بر میلیلیتر، که خب دوباره من میتونم به در اصل جرم حل شوندم برسم و بعد به مولش برسم. و محلول سی که گفته 500 میلی محلول 0.2 مول بر لیتر استیک اسید، که اینجا دیگه خیلی راحت دیگه یه جایگذاری میکنیم و به مول حل شونده دست پیدا میکنیم، چون اصلا بیان غلظت یک بیان مولیه. بیا پای تخته. محلول A میدونیم که پی پی ام برابر است با جرم حل شونده به جرم محلول ضرب در 10^6 یا میلیگرم حل شونده تقسیم بر کیلوگرم محلول. به ما گفته که 4 کیلوگرم، پس پی پی ام برابر است با، حالا پی پی امش هم بوده چقدر بوده، 700 میشه 4 اینجا ایکس بر حسب میلیگرم که میشه 2800، یعنی ایکس ما برابر است با 2800. من به جای ایکس بنویسم A که راحت تر باشه. A میشه 2800 میلی گرم که میشه 2.8 گرم. حل شونده پتاسیم کربنات بوده، در اصل میشود کادو 33 که کا 39 و کربنات هم حالا این بالا بنویسیم دیگه، میشه 2 ضرب در 39 به علاوه 12 به علاوه 48 که اینجا چه عددی به دست میاد، میشه 60، میشه 100 و این که میشه 78، این سمت هم میشه 60، میشه 138. یعنی از اینجا ما به دست میاریم Na برابر است با 2.8 تقسیم بر 138. بریم سراغ محلول B. محلول B گفته که 100 میلی‌لیتر محلول ما داریم که درصد جرمی 60 و چگالیش 1.1 در از گرم بر میلی‌لیتره. خب میگم که چگالی برابر است با جرم به حجم، پس از اینجا جرم محلول B برابر است با 1.1 ضرب در
ببخشید 1.1 ضرب در 100 میلی لیتر بوده که میشه 110 گرم. این میشه جرم محلوله. حالا درصد جرمی برابر است با جرم حل شونده به جرم محلول ضرب در 100. درصد جرمی بوده 60، جرم حل شونده رو که من با نماد بی قرار میدم، جرم محلولمون رو به دست آوردیم 110 ضرب در 100. این دوتا صفر رو با این دوتا صفر بزنیم، بی به دست میاد 66. خب منیزیم برومید بوده، منیزیم برومید میشه چی؟ میشه Mg Br2. جرم مولیش میشه 24 به علاوه 2 ضرب در از 80 دیگه، بله، که میشه 160، میشه 184. پس از اینجا من به دست میارم Nb برابر میشه با 66 184. ببین همینجا من و تو به این نتیجه میرسیم، این هلوش 0.3 دیگه، ولی این کمتر از 0.3. پس تا اینجا بی اولویت داره بر A. فقط بریم سراغ C. محلول C هم حالا دیگه اینجا جا نیست بیاریم بالا. محلول C به ما گفته که غلظت مولار M برابر است با N به V که غلظت مولارش بوده 0.2، Vش بوده 500 میلی لیتر یا نیم. پس Nش به دست میاد که N میشه N در از C، یعنی N C برابر میشه با 0.1. خب اینجا که 0.1، اینجا 0.3 و این هم بازم کمتر از 0.1، چون در از اگر 13.8 بود جواب شد 0.1 دیگه، این خیلی کمتر از 0.1. پس ترتیب میشه B و بعد میشود C و بعد میشود A، یعنی 0.3 1.1 و این هم خیلی کمتر از 0.1، یعنی جواب میشود گزینه دوم. بریم سوال بعدی. سوال 99 گفته که از واکنش 200 میلی لیتر محلول 2 مولار HCl چند لیتر گاز کلور در شرایط استاندارد بر اساس واکنش زیر تولید می شود؟ واکنش موازنه نیست. ببینید دوستان، سوال دیگه شد تلفیقی از مفهوم غلظت مولار و استوکیومتری گازها. یعنی شما ابتدا باید با استفاده از مفهوم غلظت مولار به مول برسید. طبق همون قاعده قبلی هیچ فرقی نکرده. تو استوکیومتری به ما میگفتیم که، یعنی گفته شده و ما هم عرض کردیم، این که هر عددی به همون دادن باید تو گام اول برسیم به مول، چون ارتباط بین اجزای یک واکنش ارتباط مولیه. پس اگه جرم داد با استفاده از جرم مولی، اگه حجم داد با استفاده از حجم مولی، هر چی به من داد فرقی برام نمیکنه. یعنی بر اساس هر داده‌ای که دارم میام اون داده رو تبدیل میکنم، نوع اون داده تبدیلش میکنم به مول و با استفاده از ارتباط مولی بین اجزای واکنش میرسم به خواسته مسئله‌ام. اینجا داده مسئله بر اساس یک غلظت مولاره، پس من به مول میرسم و بعد از مول میرسم به چیزی که از من خواسته شده. بریم پای تخته. سوال 99 رو حل میکنیم. اول واکنش رو بنویسیم. MnO2 به علاوه HCl میدهد MnCl2 به علاوه Cl2 به علاوه H2O. خب واکنش موازنه نیست. شما میتونید مثلا با MnO2 شروع کنی، اگر ضریبش رو 1 بدی باید ضریب آب رو 2 بدی تا تعداد اکسیژن ها برابر بشه،
اینجا میتونم برم سراغ هیدروژن، 2 ضرب در 2 میشه 4، پس یه 4 پشت HCl قرار میدم. حالا اینجا دوتا کلور دارم، اینجا هم 4 تا کلور دارم، پس MnA هم با هم برابره دیگه، پس همه چی درسته. یعنی یه ضریب 4 HCl میخواسته، یه ضریب 2 H2O. حالا به من گفته که M برابر است با N به V، M بوده 2 و محلولمون 200 میلی لیتر بوده که می نویسم 0.2 لیتر، و اینجا N رو به دست میارم، N چه ماده ای؟ N HCl رو، که N HCl برابر میشه با 0.4، یعنی شما 0.4 مول HCl داری. از شما چه چیزی خواسته؟ گفته چند لیتر گاز کلور در شرایط استاندارد. خب من 0.4 مول HCl دارم، تو گام اول از مول HCl باید برسم به مول کلور، همون نقشه راه، همون استراتژی حل، از مول کلور باید برسم به حجم کلور. این روند حلی منه دیگه، چون گفته در شرط استاندارد بگو چند لیتر. حالا مول HCl باید بیاد پایین، مول Cl2 بره بالا، مول HCl ضریبش 4، مول Cl2 ضریبش 1. مفهوم شرایط STP، حجم مولی در شرایط STP، اینم بنویسم، حجم مولی در شرایط STP که به ما میگفت چی؟ میگفت 1 مول از هر گازی در شرایط STP حجمی برابر با 22.4 لیتر داره. پس من خیلی راحت به جواب دست پیدا کردم، این 4 رو با 0.4 میشد 4 ضرب در 10^-1 دیگه، 4 رو با 4 میزنم، یه 10^-1 میمونه، پس جواب ما برابر میشه با 2.24 لیتر، یعنی جواب میشود گزینه 3. خب اینا اگه بخوام به صورت تناسبی حل کنم چی؟ به صورت تناسبی چه شکلی حل میشه؟ گفتیم که در تناسب شما دوتا کسر داری، کسر اول رو پیرامون ماده اولت که اینجا HCl می نویسم، کسر دوم رو پیرامون خاصه مثلا یعنی Cl2 می رسم. گفتم که نسبت مول به ضریب برای تمام اجزای واکنش با هم برابره. خب اینجا من چی داشتم؟ اینجا من غلظت مولار داشتم، ام داشتم. خب اگر من غلظت مولار رو ضرب در حجم کنم به چی میرسم؟ به ان میرسم دیگه، به مول میرسم، این برابر میشه با ان. پس همین رو میام اینجا مینویسم، غلظت مولارم بوده چقدر؟ 2. وی میشه چقدر؟ وی هم بوده 0.2. خب پس این شد صورت الان مول، یعنی شما اینجا به مول HCl دست پیدا کردی. گفتم نسبت مول به ضریب، ضریب HCl چنده؟ 4. این سمت از من چه چیزی خواسته شده؟ حجم خواسته شده. حجم چی؟ حجم کلور. خب من وقتی میخوام حجم به حجم برسم یا حجم داشته باشم، چطوری باید حجم رو تبدیل کنم به مول؟ تقسیم بر حجم مولی کنم، چون شرایط STP حجم مولی در شرایط STP رو می‌نویسم، یعنی 22.4، حجم تقسیم بر حجم مولی میشه مول. پس من به مول رسیدم، ضریب کلور چنده؟ 1. خب شما اگر این رو حساب کنی دقیقا همون جواب دیگه، این میشه 0.4، 0.4 با 4 میشه 0.1، و جواب میشود 2.24. اینم روش تناسب که حالا روش تستی تر و سریع تر. بریم سوال بعدی. سوال 100 گفته که محلول 44% جرمی ویتامین C با چگالی 1.6 گرم بر میلی لیتر به تقریب از راست به چپ چند مولار و چند PPM است؟ PPM اش که راحته،
درصد جرمی ارتباطش با پی پی ام 10^4 تا اختلاف بود. یعنی اگر تو درصد جرمی رو داشتی ضرب در 10^4 می‌کردی به پی پی ام می‌رسیدی، اگر پی پی ام داشتی ضرب در 10^-4 می‌کردی به درصد جرمی می‌رسیدی. یعنی این که گفته 44 ضرب در 10^4 میشه پی پی ام، پس جواب یا گزینه 2 یا گزینه 3، یعنی دو تا گزینه دیگه رد شدن. فقط میرسم به مفهوم مولار. خب چیکار کنم؟ مولار میشود مول، مول حل شونده تقسیم بر حجم محلول. من اینجا یه درصد جرمی دارم، یه چگالی دارم، درسته؟ چطوری من برسم به مفهوم مولارش؟ ببین، یا میتونی روند سخت رو پیش بگیری، مثلا بیای فرض کنی که محلول تو 100 گرم بوده، با 100 گرم محلولت با استفاده از چگالی برسی به در از حجم محلول، پس اینجا حجم محلول برات، مخرج کسب برات تأمین شد، و حالا که حجم محلولت فرض کردیم 100، با استفاده از درصد جرمی میتونم برسم به جرم حل شونده و با استفاده از مفهوم جرم مولی میتونم برسم به مول حل شونده. پس مول حل شونده رو دارم، حجم حل شونده رو، حجم محلول رو هم دارم، پس میتونم غلظت مولار رو به دست بیارم. این کار سخته است. کار آسونه چیه؟ اونو بگیم. یه رابطه دادیم، گفتیم غلظت مولار برابر است با 10 آدی تقسیم بر جرم مولی. آ چی بود؟ دی چی بود؟ دی چگالی بود، آ درصد جرمی بود. آقا من هم درصد جرمی رو دارم، هم چگالی رو، تقسیم بر جرم مولی. خب جرم مولیش هم اینجا دارم، پس خیلی راحت به غلظت مولار هم دست پیدا میکنم. بیا پای تخته. حالا من هر دو روش رو مینویسم برای اینکه شما درکش کنی، که اگر یه زمانی رابطه رو یادت رفت بتونی با درک مفهوم هم بتونی سوال رو حل کنی. حالا اول با استفاده از اون روش تستیه گفتیم غلظت مولار برابر است با 10 آدی تقسیم بر جرم مولی. غلظت مولار برابر میشه 10 ضرب در آ چقدر بوده؟ 44 بوده. دی چقدر بوده؟ 1.6 بوده. ویتامین سی اگر حساب کنیم میشه C6H8O6. جرم مولیش رو بیایم حساب کنیم میشه 6 ضرب در 12 به علاوه 8 به علاوه 16 ضرب در 6، که اگر ما این رو حساب کنیم میشه 176. خب من اینو بیام حساب کنم، 44 1 176 میشه 4. 4 ضرب در 44 دقیقا میشه 176. 10 ضرب در 16 1.6 میشه 16، پس میشه 16 1/4 میشه 4. یعنی خیلی راحت من به غلظت مولار دست پیدا کردم. نه، بریم سراغ اون روش دومیه که شما گفتی. روش دوم تا اینجا جواب یعنی میشه گزینه 2، یعنی جواب این سوال گزینه 2. حالا من دارم این روش رو یه بار دیگه با این روش دوم میخوام حل کنم تا مفهوم رو درک کنیم. میگم فرض میکنم که جرم محلول برابر با 100 گرمه. وقتی که شما میگی جرم محلول برابر 100 گرمه، پس منطقاً این درصد جرمی چی بود؟ درصد جرمی برابر است با جرم حل شونده تقسیم بر جرم محلول ضرب در 100 دیگه. خب وقتی من اینو گرفتم 100، پس درصد جرمی برابر با جرم حل شونده میشه. جرم حل شونده ما یعنی جرم حل شونده به دست میاد 44 گرم، چون درصد جرمی 44 درصد بود. از سمت دیگه، خب من این 44 رو اول برسم، پس مول حل شونده میشه جرم تقسیم بر جرم مولی. جرم بوده چقدر؟ 44. جرم مولیش هم همین الان حساب کردیم میشه 176،
که گفتیم جواب می شود 1/4 یا 25/100. خب من حجم، برای اینکه غلظت مولار رو حساب کنم نیاز به حجم محلول دارم، جرم محلولم رو دارم، چگالی رو هم دارم. چگالی محلول برابر میشه با جرم محلول تقسیم بر حجم محلول. چگالی رو به ما داده بوده 1.6، جرم محلول رو داریم 100، پس حجم محلولمون رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی حجم محلول برابر میشه با 100 تقسیم بر 1.6. دیگه من نمیخوام این ساده ترش کنم چون بعدا ساده میشه. پس حالا رسیدیم به غلظت مولار. فقط به این دقت کنیم، اینجا حجم محلولمون چون چگالیمون گرم بر میلیلیتره، این میلیلیتره، اگه بخوایم تبدیلش کنیم به لیتر میشه 1/10 تقسیم بر 1.6، یعنی ضرب در 1/10 سه منفی 3 کردم که ضرب در 1/10 منفی 3 کردم که به لیترش برسم. حالا غلظت مولار میشه N به V. N بوده چقدر؟ N بود 1/4. وی بود چقدر؟ 1/10 تقسیم بر 1.6. خب 1/10 تقسیم بر 1.6 یعنی 1/16 دیگه، ده رو آوردم پایین میشه 1/16، یعنی جواب ما میشده 16/4، جواب ما میشده 4. نگاه کن من این همه رفتم رسیدم به 4، اینجا هم خیلی سریع رسیدم به 4. پس منطقا اون روش تستیه خیلی روش سریع تریه دیگه، ولی روش مفهومی اینه که درک کن چطوری من میتونم با استفاده از درصد جرمی، زمانی که هیچ اطلاعاتی از محلول ندارم، یعنی فقط گفته درصد جرمیش این عدده و چگالیش این عدده، فقط با این دوتا اطلاعات میتونم به جواب در اصل مسئله یا همون غلظت مولار برسم. بریم سوال بعدی. سوال 101 گفته که اگه غلظت یون منیزیم دوباره مثبت در 1 کیلوگرم آب دریا 1200 پی پی ام باشه، غلظت مولار آن کدام است؟ دوباره ببین اینجا تو دو تا روش داری، یه روش طولانی یک روش سری. روش طولانی چیه؟ این که جرم محلول داری، چگالی محلول داری، پس میتونی به حجم محلول دست پیدا کنی. جرم محلول داری، پی پی ام داری، میتونی به جرم حل شونده برسی و با استفاده از مفهوم جرم مولی میتونی به مول حل شونده برسی. پس مول حل شونده تقسیم بر حجم محلول میشه غلظت مولار. روش کوتاه‌تر، سریع‌تر، راحت‌تر یه رابطه دادیم، گفتیم که شما با استفاده از اون رابطه خیلی راحت میتونی به غلظت مولار برسی. غلظت مولار برابر است با پی پی ام ضرب در چگالی تقسیم بر 1000 ضرب در جرم مولی. یعنی خیلی راحت با جایگذاری عددهایی که داری در این رابطه میتونی به غلظت مولار دست پیدا کنی. سریع بهش جواب بده که به نظرم از هر دو طریق هم بهش جواب بده که یه تمرینی هم به سوال قبلی داشته باشی. از هر دو طریق به این سوال جواب بده، هر دو روش رو حل کن، منم تخته رو پاک کنم تا بر شما جواب رو بنویسم. خب سوال 101 گفتیم به ما داره میگه که غلظت یون منیزیم در 1 کیلوگرم آب دریا، پس جرم محلول برابر، این روش اول، اون روش مفهومیه، جرم محلول برابر است با در اصل 1 کیلوگرم که از اینجا چون پی پی ام رو به ما داده 1200 تقسیم بر 1، اینجا ما به جرم حل شونده میرسیم بر حسب میلی گرم، که جرم حل شوندمون میشه 1200 میلی گرم که میشه 1.2 گرم. خب من جرم حل شونده که منیزیم دوباره مثبته دارم، برای اینکه به غلظت مولار برسم یعنی مول حل شونده میخوام
و حجم محلول. چگالی محلول رو به من داده؟ 1 گرم بر میلیلیتر، یا میشه 1 کیلوگرم بر لیتر. پس تا اینجا حجم میشود 1. اینجا مینویسم چگالی برابر است با 1 گرم بر میلیلیتر یا 1 کیلوگرم بر لیتر. چون جرم محلول من 1 کیلوگرم بوده، پس حجم محلول من میشود 1 لیتر. تا اینجا بحثی توش نداره. میریم سراغ مولش. میگم N برابر است با 1.2 تقسیم بر جرم مولی. جرم مولی اون چقدره؟ 24 منیزیوم. پس میشه 12 ضرب در 10 به توان -1 تقسیم بر 24، میشه 1/2 ضرب در 10 به توان -1، یا همون 0.5 ضرب در 10 به توان -1، یا 0.05. پس این میشه 0.05 غلظت مولارمون، یا همون 0.05 ضرب در 10 به توان -2. یعنی سوال 101 جواب میشود گزینه 1. حالا اگه بخوام به روش دوم حلش کنم، بذار این بالا بنویسم. روش دوممون چیه؟ گفتم غلظت مولار برابر است با پی پی ام ضرب در چگالی تقسیم بر 1000 ضرب در جرم مولی. غلظت مولار برابر است با 1200 ضرب در چگالیمون که 1 بوده تقسیم بر 10 به توان 3 ضرب در جرم مولیمون که 24. خب این 10 به توان 3، یعنی اگه اینو من بنویسم 10، این میشه 12. دو تا صفر اینو با این زدم، 12. بذار با یه رنگ دیگه بنویسم، 12 میشه 1، این میشه 2. پس جواب میشود 1/20، جواب میشود 0.05 یا 0.05 ضرب در 10 به توان -2. که میبینی دیگه منطقا روش دوم روش سریع تریه و روش 1 روش مفهومی تریه. بریم سوال بعدی. سوال 102 که حالا به عنوان آخرین سوال این جلسه‌مون، گفته اگه درصد جرمی محلول 12 مولار فرمیک اسید، یعنی CH2O2، برابر با 46 باشد، چگالی محلول کدام است؟ بیایم پای تخته. رابطه چی بود دیگه؟ من اینو با یه روش بیشتر حل نمی‌کنم دیگه. رابطه چی بود؟ M برابر است با 10 عادی تقسیم بر جرم مولی. M رو به من داده بود 12 مولار و درصد جرمی رو به من داده 46. 10 ضرب در 46. فرمیک اسید CH2O2 که میشه 12 به علاوه 2 به علاوه 32 برابر است با 6 برابر است با 46 تقسیم بر 46 ضرب در دی. خب دی برابر میشه با 46 که با 46 خط میخوره، 12 دهم برابر است با 1.2. یعنی جواب ما میشود گزینه 1. گفتم اینو با اون روش قبلی، یعنی روش مفهومی، این که بیای از در اصل غلظت مولار حل کنی به درصد جرمی برسی، این وسط چگالی جرم محلول به دست بیاری و چگالی رو هم میتونی به دست بیاری، ولی خب این منطقا راه سخت‌تر و طولانی‌تریه، این روش خیلی روش سریع‌تریه. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم. در جلسات آینده بقیه تست‌ها رو هم انشاءالله براتون حل می‌کنیم و کامل براتون توضیح میدیم. همه شما رو به خدا می‌سپارم.